حضار بزرگوار، برادران و خواهران ارجمند، علمای اعلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تبریک و تهنیت عرض میکنم این محفل فرخنده و مبارک رو که جهت تجلیل از مقام شامخ قرآن منعقد و برگزار گردیده، خدمت دستندرکاران، برگزار کنندگان و همه حضار معزز و محترم. امیدواریم که خدای پاک از فیوزات این آخرین شبهای ماه مبارک رمضان ما رو محروم نفرمایید. صحبت ها فکر میکنم به حد کمال خدمت سروران عرض شد و شب تقریبا داره ساعت آخری خودش رو، البته از حیث جلساتی که ما تا به حال داشتیم، طی میکنه و دغدغه فکری ما داریم از حیث اینکه خدای نکرده دوستان ملول و خسته نشده باشن. روش صحبت کردیم، استفاده کردیم، گفت خب کدوم قسمتش خیلی عالی تر بود؟ گفت همش خوب بود، فرقی نمیکرد، از اول به بسم الله تا سینه و ناست همه عالی بود. خب نه، یه قسمت تعارف که نداریم ما، شما همون قسمتی که بهتر خوش تون اومده همون رو بگید که من همیشه اون رو بگم. هر چی راست را کردن که همش خوب بود، این ول نکرد، گفت فقط هم یک جملت خیلی خوش اومد و همون گفتی دیگر ارزی ندارم، خداحافظشون. امیدوارم که دوستان منتظر این جمله نباشید، چون که حالا اینجا هستیم ما در خدمت شما، اگرچه که از ناحیه حنجره هم مقدار بیماری بود. من صلوات اینا بخونم. صلوات شما بیانگر این است که واقعا خسته شدی. یک صلواتی که نشانه خب شما که خسته نشدید، انشالله ما هم نخواهیم شد. بله حضار معزز، برادران و به ویژه جوانان عزیز که حضور سبز و پررنگ و چشمگیری در این محفل دارند، صحبتی که دقایقی در خدمت شما پیرامون اون موضوع بحث خواهیم داشت، در واقع مذاکره است، چون که این جمع بیانگر اینه که تعدادی از محبوبان خدا و معشوقان دین امشب اینجا جمع شدند و انگیزه غیر از محبت و عشق به الله وجود نداشته که اینها رو اینجا جمع بکنه. دقایق پیرامون عوامل و اسباب و انگیزه هایی که انسان رو محبوب واقعی خدا قرار میدهد کلماتی عرض خواهد شد. شما میدونید هر کس امروز ادعای محبت میکنه، همه افرادی که اسم خودشان را مسلمان میگذارن و مینامن، میگن ما خدا رو دوست داریم، ادعای محبت صرف ادعا خیلی آسانه، اما به هیچ عنوان الله عزوجلال به صرف ادعا و یا بیان زبان انسان رو محبوب دربار خودش قرار نخواهد داد، بلکه انسان باید در مرحله عمل در جود محبت باید قرار بگیره. این نکته رو باید اذعان کرد که همه ما باید در دنیا محبوب یا محب بشیم، یا با یک چیز عشق بورزیم یا معشوق یک چیز قرار بگیریم، دوست بداریم یا دوستدار بشیم، حالا به هر چیزی، از مال، از زن، از اولاد، از دوست، از رفیق، از پست، جا، مکان، مکنت، دولت، قدرت، شوکت و غیره. اما همه این محبت ها، همه این عواطف، همه این احساسات، همه این عشق ها مجازی هست، فانی هست، موقتی هست و به زودی از انسان جدا خواهند شد و تنها محبوب معشوقی که انسان رو در این دنیا همراهانه می کند، بلکه در جهان آخرت هم در میدان محشر که حتی انبیا هم نفسی نفسی میگن، اونجا اون دوست انسان رو راهنمایی میکنه، رب العزت و الجلال است. پس بیاییم سروران عزیز، جوانان محترم، در این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان دست دوستی را در دستان بلا کیف الله عزوجلال قرار بدید. خود پروردگار عالم در حدیث قدسی میفرماید که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، من الله دست بلا کیفم را در شب دراز میکنم تا کسانی که در روز گرفتار معصیت شدند، از من جدا شدند، از من دور شدند، دست خودشان را در دست بلا کیف من الله بگذارند، اونها را بیارند تو و یبسط یده بالنهار، در روز دست بلا کیفش رو دراز میکنه تا گمگشتگان شب رو پیدا بکنه. بیاییم دست تو دست این محبوب واقعی قرار بدیم که انسان رو رهانه میکنه. چطور به این محبوب برسیم؟ آیا با زبان نخیر؟ چند تا عامل داره به صورت گذرا عرض بکنم. من برای اینکه بحث رو جوانان بهتر بگیرن، در کنار محبوب حقیقی به عنوان مثال محبوبان مجازی رو مثال میزنم. یه انسانی که با یک محبوب مجازی، با یک عرض شد خدمت شیء دنیوی، حالا از زن یا مال هرچه هست،
محبت و عشق و عاطفه داره، سعی میکنه در وهله اول به هر طریق ممکن ارتباط برقرار بکنه، تلفن، نامه، رؤیت فلان، بعد شبکه اینترنت، چت فلان، تا اینکه اونو به خودش و بهش معرفی بکنه، بشناسنش. و انسانی که محبوب خداست باید سعی بکنه شب و روز همواره با الله عزوجلال ارتباط برقرار بکنه، خودشو با الله بشناسد، معرفی بکند، در مرحله عمل با الله بگه پروردگارا من تو را دوست دارم، و اون فقط از پلکان عبادت مردوده. انسانی میتواند محب الله قرار بگیره و ادعای محبت بکنه که بیاد واقعا عبادت رب العالمین بکنه، اون هدف و انگیزه ای که الله عزوجلال ما را برای اون خلق کرده، که به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من انس جن را فقط برای عبادت خلق کردم، اما ما امروز برای هر چیز خلق شدیم غیر برای عبادت. و اونجاست که الله عزوجلال مورد نوازش انسان را قرار میده. یه غلامی بردهی مزدوری کارگر رو میارن تو کوچه بازارهای مدینه منوره به عرضه فروش میذارن، به مزایده میذارنش. کی اینو میخره؟ این غلام رو در حینه که جارچی صدا میکنه اینو کی میخره، مشتری ها جمع میشن، غلام میگه های مردم، هر کس من میخواد بخره، من یه شرط دارم، شرطم رعایت بکنه. شرطت چیه؟ خوراک خوب، پوشاک خوب، لباس زیبا، زندگی مرفه. خیریش کنم از اینا هدف من نیست، هر کس که میخواد منو بخره، شرطم اینه که منو مانع نشه که پنج وقت نماز رو در مسجد النبی پشت سر رهبر بشریت نماز بذارم. من میخوام پنج وقت نماز در محضر رسول الله باشم و از بوی رسول خدا انرژی بگیرم، از نفس آن حضرت ویتامین بگیرم و با عبادت رب العالمین خودم را به الله معرفی بکنم. یکی از صحابه بزرگوار میاد اینو میخره، میگه تو رو ارزش داری، پنج وقت نماز پشت سر آن حضرت رسول خدا یاد میکنه مقتدیاشو. روزی از روزها سلام که میده آن حضرت این مقتدی و این بلبل ناطق مکتب خودشو نمیبینه، بلا فاصله از صحابه جویای احوال میشه که فلانی کجاست؟ فرمان یا رسول الله ایشون مریضن. پیغمبر ناگهان ناراحت شد که شما چرا فلانی مریضه منو مطلع نکردید؟ خانهش کجاست؟ آدرسش که من برم پیشش و بیادتش. صحابه گفتن یا رسول الله اون فرد خیلی بی‌ارزش‌تر و کم‌بهاتر از اونه که شخصی مثل شما به عیادت اون فرد بره. گفت والله انه عند الله غال، اون کسی که دست محبت و در دست من الله به نیابت از دست الله عزوجلال قرار داره، اون نزد الله خیلی بی‌ارزش، خیلی گران قیمت و خیلی بابهاست. آدرس و خانه رو دادن، پیغمبر تشریف آورد در خانه، در زد. غلام فکر میکرد یک فرد طبیعیه، در مخیل عشم نمیگذشت که پیغمبر بیاد به عیادتش. گفت کیه؟ رسول خدا صدای کیه اونو نشنید، چون یواش گفت، بیمار بود. تا دو سه مرحله بالاخره جوانی که مریض بود گفت کیه پشت در؟ کیه که داره در میزنه و منو آزرده کرده؟ که ناگهان از پشت در صدا آمد انا محمد رسول الله، من رهبر بشریتم، محمد رسول الله که همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه دردم، بیا من آمدم بیادم تو. این جوان وقتی صدای رهبر بشریت شنید برق استفاضه میگرد، از جا بلند زد، آمد در رو باز کرد، پیغمبر او رو با آغوش گرفت، عشق شوق بر دیدگانش مثل ابر بهاری میگرید. گفت یا رسول الله تو به دیدار من آمدی؟ من اونقدر ارزش پیدا کردم که رهبر بشریت آمده برای دیدار و یادت من. گفت عزیزم سر تو بلند بکن که تو عشق و محبت با خدا داری. یجعل له القبول فی الارض، الله عزوجل محبت تو را در قلوب همه بندگان گذاشته، نه در قلب من. در جا گفت یا رسول الله اجازه بده که من درکت نماز و شکرانه بخوانم. سر رو که به سجده گذاشت گفت پروردگارا من عاشق شدم، عاشق تو، و من نماز عشق یک سجده داره، سر گذاشتن و دیگر بر نداشتن. پروردگارا سر رو که گذاشتم دیگه نمیخوام سر رو بردارم. الله اکبر، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست و مکان آدمی سروران عزیز. انسان از عبادت به خدا میرسد، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی، آنچه میبینی خلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدمن، گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل هم یکسان بودی. اون کسی که اصحاب بزرگوار را، اون عنصری که اصحاب بزرگوار را
و اوج عظمت و قدرت رسان واقعا غلامی الله و غلامی رسول الله بود. اون بلاد حبشی سیاه که مانند کالایی در کوچه بازار مدینه منوره به فروش می‌رسد و ارزشی نداره، اما وقتی میاد در عرصه عبادت قدم می‌گذارد، غلامی محمد رسول الله را به گردن می‌گیرد و آویزه گوشش می‌کند، این بلاد حبشی ترقی می‌کند، بلند می‌شود و قله‌های شامخ تعالی رو طی می‌کند و به جایی می‌رسد که می‌شود مؤذن مسجد محمد رسول الله. و بعد از وفات پیغمبر، حضرت بلال دوربر مدینه رو نگاه میکنه، میگه من عزیمت بگم اشهد ان محمد رسول الله، اما محمد تو مدینه نبینم کور میشه دیگه، شهر مدینه برام مدینه نیست. شهر مدینه رو به مقصد شام رها میکنه، میاد به شام. چند ماهی میگذره، 6 ماه، که ناگهان یکی از شبها جمال نازنین آن حضرت رو به خواب میبیند. ای بلال بی وفا، من رسول الله در مدینه منتظر آمدن تو هم، تو چرا منو رها کردی؟ شهرمو رها کردی؟ منطقه منو رها کردی؟ پاشو بیا. حضرت بلال از خواب بلند شد، تا دو سه شب حرکت کرد، آمد به سمت مدینه منوره. همین که مردم مدینه متوجه قدوم بلال شدن، زن و مرد پیر و جوان همه زدن بیرون به استقبال همون برده سیاه حبشی. بلال بیا اذان بده، نمیتونم. اذان بده، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، که رسید بیهوش نشده بشه. سروران عزیز، چه عنصری بود که بلال رو به اون قدر و به اون عظمت رسون که در شب معراج که پیغمبر میخواست از جنت دیدار بکنه، قبل از اینکه وارد بهش بشه، صدای کفش فردی گوش نازنین رسول الله رو نوازش داد. جبرئیل این کیه که قبل از من وارد جنت شده؟ این غلامی از غلامان تو به نام بلال حبشی است. جوانان دنبال عزتید اینجاست، دنبال مکنتید اینجاست، دنبال عزت و عظمتید اینجاست. از پلکان عبادت برید بالا. عبادت اختیاری بکنید، توبه اختیاری بکنید. عبادت زورزوره که به درد میخوره، عبادتی که هنگام مشکلات بیاد انسان عابد بشه، بره تو زندان با هر کس، نمرودم بره با یزید بستامی در میاد. آقایی که طول عمرش بسم الله الرحمن و نام الله رو نگفته، وقتی تو بیمارستان است بروگه حاجی آقا چطوره، میگه خدا را شکر، هرچی از جانب خدا بیاد شکره، هرچی تقدیر خدا باشه، این به انصاف یک صد درصد خدا را نمیشنه. همین که از زندان میاد بیرون یا از بیمارستان یا مشکل چکاش برگشت خود رفع میشه، برمیگرده به همون نقطه اول. چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. اینطوری است یا نه؟ اکثریت ما اینطوری، وقتی که مشکلات میاد، مصائب میاد، الله الله میگی، غافل از این که رسول الله صلی الله علیه و فرمانه تعرف الالله فرخا یعرف که فشده، هنگامی که شادمانی و جوانی و زمینه های گناه و معصیت برات فراهمه، خودتو به الله معرفی بکن، الله الله بزن، بیا دست دست پیش الله عزوجلال عبادت بکن. یعرف که فشده، به خدا قسم که الله عزوجلال در هنگام مشکلات تو رو قطعاً درک خواهد کرد. ولی این نیامده نه، ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامدان گه گله کن. نیامده نه، به خدا قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم از قول الله عز و جلال میگه که اگر بنده من به سوی من یه وجد بیاد، من یه متر میام، اون یه متر بیاد، من 2 متر میام، اون یواش یواش بیاد، من الله بدو بدو به سوی میام، اون لنگان لنگان بیاد، من با تمام سرعت به سوی خواهم آمد، اون فقط جرقشو بزنه روشن کردن لامپ ایمانش با من، اون استارتشو بزنه به حرکت در آوردنش با من، چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو، هر چیز که تو جستی بهر تو معیا کرد، تو هیچ نمیپرسی کان خالق اشیا کو. چقدر ما بی انصافی بر روی زمین خدا راه میدیم، هنگام مشکلات بلا فاصله الله عزوجلال رو یاد میکنیم، بیایم همه تن خودمان رو در اختیار خدا و در اختیار عبادت قرار کنیم. بنابراین اولین
سبب و عاملی که انسان رو محبوب خدا میکنه اینه که انسان با الله عز و جل ارتباط داشته باشه، عبادت خدا رو که محبوب انجام بده. صلوات الله علیه و آله. بله، عامل دوم و سبب دوم، وقت دوستان رو نمیخوام زیاد مصدق بشن. عامل دوم، انسانی که با کسی محبت داره سعی میکنه دوست خودش رو هرگز ناراض نکنه. عوامل و اسباب ناخرسندی و ناخوشایندی رو برای او فراهم نکنه. پس انسانی که محبوب خدا و رسول محمد قرار بگیره از هرچه خلاف رضای خداست باید اجتناب بکنه. تحصل اله و انت تظهر حبه لعمرک هذا فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطیع. تو ادعای محبت خدا رو میکنی و از این طرف تیشه برداشتی به ریشه اسلام دین میزنی، این خیلی بعیده، از عقل دوره. ان المحب لمن يحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داره اطاعتش میکنه، فرمانبرداری میکنه، هر چه بخواد براش انجام میده، اگر چه که مشکل باشه براش از نافرمانی و از خلاف اوامر او دوری میکنه. اینطور نه، شما یک محبوب مجازی رو بگیرید، یه آقای جوانی که نامزد داره بپرسید، اگر نصف شب بگه بابا آقا ساعت 12 شب برو از فلان جا فلان چیزی بیار، مگر میتونه بگه نه؟ در روستا ما شما بود دیگه، همین کلاته میگفتن همیشه، بودن یک جوانی به کلاته نامزد دار بود، اون زمان راه خیلی صعب العبور بود، نمیتونستن برن. بعد یه جای دیگه نامهای عروسی رو می‌خواستن بنویسن، این جوان نامزد دارم که به کلاته نامزد دار بود تو همون جلسه بود. بعد مرای مردم سوال ایجاد شد که هوا بسیار سرد، یه متر هم برف رو زمینه، گفتن این نامهای کلاته رو کی میتونه ببره؟ نامهای دیگه جا که رفته، ولی این نامهای کلاته رو کی ببره؟ میگم یک بار جوان از وسط جمعیت برن شد، گفت کلاته که هر کس بره بابا، کلاته که رای خوبیه، چون که خودش به کلاته نامزد داشت فکر میکرد همه مردم کلاته رو دوست دارن. حالا دوستان عزیز، انسان اگر واقعا محب محبوب خودش دوست داشته باشه همه چیز رو فداش میکنه. پس کسی که خدا رو دوست داره باید از همه منیات خودش رو بکشه بیرون تا الله عزوجلال خودش رو در اختیار او قرار بده. جوان عزیز، گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف‌وار میباید دوید. اگر میخوای محبوب خدا بشی باید این موانع رو در بنوردی، این معزه‌های معصیت رو باید بشکنی تا اینکه محبوب خدا بشی. با این لجنزار معصیت نمیشه محبوب خدا قرار گرفت. این دل محل تجلی انوار خداست. دلان بحری است که ساحل نلرزد، نهنگ از هیبت موجش بلرزد. جهان دل جهان رنگ و بو نیست، جای پراید و ماشین نیست، زمین و آسمان چارسو نیست، در این عالم به جز الله نیست. خبرداری، خلوتگاه حضرت ابراهیم آتش نمرود، خلوتگاه یونس شکم ماهی، خلوتگاه موسی کوه طور، خلوتگاه یوسف غار چا، خلوتگاه محمد غار حرا، خلوتگاه ابوبکر صدیق غار ثور و خلوتگاه خدا قلب انسان مؤمن و مسلمان. ولی خدا تو این لجنزار میاد، تو این کسافت خونه میاد که همه محبت ها هست غیر از محبت الله عزوجلال. به قول اقبال، باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه نگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد، از خوشی و ناخوشی دنیا باید قطع نظر بکنی. گفتمش در دل من لات و منات هست بسی، گفتم تو این دل هزار احریمن و بطه، هزار خداست. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد. که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. مرد میدونی بیا جلو، با این شرایط باید دست دوستی را تو دست الله عزوجلال قرار بدی، وگرنه دستی که لجنزار باشه نه، وقتم نگذاری. من نمیدونم وقتم چه نداره، ولی سروران عزیز باور بفرمایید رب العالمین در این شبها شبهای قبولی توبه است، شبهایی است که درهای رحمت به سوی بندگان بازه. بیایید واقعا از صدق دل توبه بکنیم، بیایید برگردیم عنایت بکنیم، خط قرمز بکشیم رو همه گناه ها معاصی. حبیب عجمی رو میشناسید؟ تذکرت اولیای حضرت عطار نیشابوری آورده، من مختصر عرض میکنم. ایشون یه فرد سودخواری است، رباخواه، تمام زندگیش رو از کانال ربا به دست میاره. روزی از روزها میاد در خانه چیکار میکرد؟ میاد در خانه بدهکارشو در میزد، میگه پولمو بده. اون نداشت، میگه پای مزدمو بده. پاموز چیه؟ رفت و برگشت هر چی گرفتم. بنزین مصرف کردی بی انصاف، یه روغن. گفت اون حرفا من کار ندارم، پای مزدمو باید بدی. من این امرو آمدم زحمت کشیدم. روز آمد در خانه یه مسلمانی در زد، مرده نبود. زنه گفت چیزی نداریم. گفت این حرفا نیست، باید بدی. وگرنه هر چی دیدی از چش بخوره.
زن گفت فقط وقتی دید لا اله شد، گفت فقط یه گردن گوسفند هست که چند روز همونو جوش بدیم آبش رو بچه هم میدم دیگه چیزی نداره. گفت همونو بده بیا، من این حرف عالی نیست. گردن گوسفند گرفت آمد پیش زنش، گفت اینو غذا درست کن. گفت نون نداریم و هیزم نیست تو خانه. گفت الان میرم در خانه دو بدهکار دیگه پایمز میگیرم. رفت گرفت و آمد غذا رو خواستم درست بکنم که ناگهان فقیر آمد بده برای خدا. حبیب عجمی داد کشت، های مرد که احمد من خودم هیچی ندارم، این غذای امروزی منه. در حالی که تمامی ثروتش تو بانک ها و نمیدونم بقیه جاها خوابیده بود، فقط رزق روزی روزانش رو از این راه به دست می آورد. پایمز گفت برو برو روزی تو خدا جا دیگه حواله بکنه، تو دیوانه ای. فقیر لبخندی زد و رفت. رفت موقع افطار بود، بزنش گفت خانم برو غذا رو بردار بیار. رفت سر دیگ رو باز بکنه، دید که این دیگ با اون گوشت و برنجش تبدیل شده به خون سیاه. که ناگهان این زن جیغ کشید ای حبیب، خدای عزوجل تو این دنیا بر اثر غفلت و حرامخواری و گناه و معصیت غذای ما رو تبدیل کرده به خون و سیاه. کیفیت و حالت من و تو چه خواهد شد زمانی که در میدان محشر در جلوی انبیا و صدیقین و شهدا در محضر الله عزوجل حاضر بشی؟ اینها مؤمن بودن، کسانی که میفهمیدن خدا جلت ایجاد میکرد. در زندگی من و تو بارها جلت آمده ولی نادیده گرفتیم. این زلزله همه جلقه است، جلقه توبه که آی در پاکستان 50-60 هزار نفر رو با خاک و خون یکسان کردیم، در بم در عرض 12 ثانیه پیش از 40 هزار نفر رو، و در جنوب شرقی آسیا سونامی که پیش آمد، سریلانکا، تایلند، اقیانوس هند و کشورهای دیگر بیش از 250 هزار نفر، و هر آن ممکنه این بوم و خطر روی آسمان شهر شما هم بالحرکت در بیاد. بله در امان نباشید. تو ایران اسلامی هر 20 دقیقه 16 الی 20 دقیقه یه جوان فقط در طی سواحل رانندگی کشته میشن. بقیه رو بذارید، بیمه کردی خودتون. حبیب وقتی این واقعیت رو دید جیغی کشید و بیهوش شد، گفت من میرم توبه میکنم پروردگارا، دستمو میذارم تو دست تو. شبهای قدره، شبهای توبه و انابته، دستمو بگیر، میرم تمام بدهیامو میدم. آمد در میان راه که بره بهدیهاشو بده، چشمش به بچه ها افتاد. کودکا که داشتن بازی میکردن با هم دیگر 10-12 ساله، همین که چشم بچه ها به حبیب عجمی افتاد، یه جوانی صدا کرد گفت آی کودکان فرار کنید که حبیب سودخار میآید، مبادا گرد و غبار او بر سر و صورت ما بشینه و خدا به شومی او ما را به طرف جهنم ببره. حبیب عشق ریخت به پروردگارا، من اینقدر بدبخت شدم، من اینقدر بیکس شدم، من اینقدر رذل شدم، من اینقدر پست شدم که بچه ها نمیتونن گرد و غبار پای من رو تحمل بکنن و فکر میکنن خدا اونها رو جهنمی میکنه. حرکت کردم پیش امام حسن البصری رضی الله عنه، برام راه توبه از بله چرا نیست، برو تمامی بدهیاتو بده، حقا کسانی که حق ازت میخوان حقشو به اونا بده. آمد در خانه، از خانه امام حسن که آمد بیرون، چشمش به یکی از بدهکار افتاد. بدهکار که چشمش به حبیب عجیب افتاد، فرار رو برقرار ترجیح داد. که ناگهان حبیب صدا کرد که ای بنده خدا کجا، صبر کن، تا امروز تو از پیش من فرار میکردی، از امروز به بعد من باید از پیش تو فرار میکنم و از عذاب خدا. گفت ترسیدم بدهی تو بخوای، طلب تو، من نداشتم پایمز بخوای، از کجا بیارم؟ گفت بنده خدا بیا رو سرم عنایت بکن، برای منو ببخش، احساسات به عواطف من رو زیر پا کن، بری منو ببخش. گفت من تو رو ببخشم، تو چقدر عوض شدی؟ گفت میخوام عوض بشم، هنوز نه. برگشت آمد از میان همون راهی که قبلا آمده بود، چشمش به همون نوجوانان و کودکان افتاد، همون کودکانی قبلا گذشته بود. یه ساعت هم نگذشته که ناگهان همون کودک دو مرتبه صدا کرد که ای بندگان خدا، ای کودکان و نوجوانان، راه رو باز کنید که حبیب توبه کننده می آید، دوست خدا و معشوق خدا. حبیب جیغ کرد گفت خدایا یا مصرف القلوب، چقدر انقلاب آوردی، چقدر دگرگونی آوردی. من یه ساعت بیشتر نیست که دست آشتی رو و سر رو تو دست تو گذاشتم، تو چقدر تحرک آوردی. بله جواب به خدا قسمون الله عزوجلال، هنوز منتظر اون انقلاب ها هست، فقط من و تو باید حرکت بکنیم، فقط من و تو باید شهامت رو داشته باشیم، به خط قرمز بکنیم رو همه معاصی و دست دوستی را تو دست رب العالمین. بیا از همه معاصی تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، آنچه داری در دل از مکر و رمود پیش ما پیدا بود مانند روز، لطف حق با تو مواساهات کند چون که از حد بگذری رسوا کند.
این دو که از هر چه خلاف خداست باید پرهیز کرد. و اما سومی اینه کسی کسی رو دوست داشته باشه زیاد یادش میکنه، ذکرش میکنه. من احب بشه یعنی اکثر ذکره، هر کسی کسی رو دوست داشته باشه خیلی یادش میکنه. اون کسی که چودار و گوسفندار هست، اوه بشین تو مجلسش از گوسفند استاق و زایده شروع میکنه، از اون طرف بالاخره دنبش میونجوری از فلانش همه 300 تا گوسفندار هم رو میشه. تو این مجلس گوسفندار بشینید سر انسان خراب میشه از بس که از زایده و استاق حرف میزنه. اون کسی که تاجر ماشاءالله از تجارتش، از سی دی فروشیش، از اون کامپیوترش و الی آخر. اون کسی که جوانی هم که نامزد داره ماشاءالله، یعنی اینقدر خوشش میاد این جوانا تو مجلسی که از نامزدداری صحبت میکنه، به ویژه جوانانی که مجردن. یه جوان یه روز نشسته بود، بابا و مامانش هم بودن، شب ساعت 12 شب شروع کردن به صحبت کردن در مورد اینکه بچه ما بزرگشه این نامزد داره کنیم فلان بکنیم. این بچه دیگه خوش اومد، اینقدر لذت بخشه واقعا. این جوانایی که میخندن میفهمن من چی دارم میگم. بعد جوون فکر کرد که من اینجا بشینم این پدر و مادرم خجالت بکشن، همین حرفم قطع میشه، پس من برم یک جایی که حرف اینا رو بشنوم و اینا از من خجالت هم نکشن. رفت زیر پتو خودشو به خواب زد، یک ده دقیقه گذشت دیده با اصلا کلا بحث کلا عوض شد. از نامزدداری اومد جای گوسفندا، اینا نمیدونن استاد و زایده. هر چه سر با خودش فکر چیکار بکنم، دید نه بابا حرف کش کلا. هم یک بار از زیر پتو گفت یعنی بابا ورگرد سر مسجد اصلی دی کجا رفت شما؟ تو مردم شروع کرد رفت رو کشاورزی، از دیمه آبی شروع کرد، از خربزه های نمیدونه فلانی، از هندوان های عجبت جیروفت و فلان. باز دو مرده یک صرفه ای کردی نه با این اصلا حالیشون نیست، رفتن تو بحر گاوا و گابداری و مسائل دیگه. آخه دیدمانه میشه که بابا جان، گفت چیه؟ گفت ده دقیقه پیش شما چرف میزنید همون حرفا رو دو مرده بزنید. گفت که چی از هندوان ها میگی؟ گفت نه بابا هندوان هم کجا بود، هندوان هم میخوام چیکار، قبلتر از اون باز گوسفندان میخوام بگی بابا جان. گفت نه بابا، چون اینا می‌خواستن همون تذکره دختر خاله بودا، می‌خواستن دختر خالهشو بهش عقد بدن. گفت از برام این، گفت نه بابا و از چی داره میگی؟ از زمین کشاورزی میگم نه بابا، قضیه دختر خاله با کجا رسید آخر؟ اونم برو حالا کسی کسی رو دوست داشته باشه و چی رو دوست داشته باشه بگه. و انسانی که خدا رو دوست داشته باشه فقط دوست داره از الله بگه و مثل شما از الله بشنوه و احساس خستگی و دوباره خستگی تو چهره‌هاتون نباشه. پس بنابراین دوستان عزیز، کسی که میخواد با خدا محبت داشته باشه باید خدا رو زیاد یاد بکنه و ذکر بکنه. من از کنار این قضیه هم میگذرم و نهایتا آخرین عاملی که انسانو محبوب خدا میکنه اینه که انسانی که دوست کسی هست به لقای اون خیلی علاقمنده. و انسانی که با خدا محبت داره مرگ براش پولیس برای رسیدن به خدا. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد کندان بمیرد. انسانی که عاشق خداست هر لحظه دوست داره که به خدای عزوجل برسه. و انسانی که از مرگ میترسه چون که خدای عزوجل تو قلبش نیست. من فقط برای مثال یه نمونه عرض میکنم صحبتم رو خلاصه میکنم. دو تا از نوجوانان صف اسلام در غزوه احد، سمره ابن جندب و نافع ابن خدیج، این دو تا جوان 12-13 ساله غزوه احد شده، رسول معظم اسلام سفارایی کردن، صحابه دارن میان ثبت نام میکنن برای جنگ احد، این دو تا بچه کوده که 15-14 ساله میان میگه یا رسول الله اسم ما را هم بنویس. پیغمبر جفت اینها رد میکنه، شما بچه‌ای. حضرت نافع ناامید نمیشه، میاد میشه باباش گریه میکنه، میگه بابا محمد رسول الله من رو از صدای جنگ برگردونده، من دوست دارم در غزوه احد شرکت بکنم و کنار رسول الله صلی الله علیه و آله جام شهادت رو بنوشم تا اینکه به الله عزوجل برسم و در جنت دستم تو دستان رسول الله باشه. محبت اینه، عشق اینه که من طلبه دارم و شما الحمدلله قطعا خواهید داشت. رافع گریه کرد، باباش گفت خب پیغمبر قبول نمی کنه. گفت به رسول الله بگو که تیر اندازه، گویا به اردو بخواد ببردش، گویا به کوهستان پارک و کیرآباد مشهد داره میره، اینقدر خوشحاله. حرکت کرد رافع ابن خدیج رو آورد، گفت یا رسول الله بچه‌م خیلی گریه میکنه، اینو اجازه شرکت در جنگ بده. گفت کوچکه، گفت یا رسول الله تیرانداز، تیرانداز تفنگش داد دستش به هدف مستقیم زد. پیغمبر وقتی این شجاعت و این غیرت و این عشق و علاقه رو دید، گفت جوان مسلمان بلند بشو که تو خیلی ارزش داری. خبر به سمره رسید که سمره رو رافع رو پیغمبر اجازه داده، مستقیم آمد با چشم گریان گریه میکرد، عشق میریخت. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق که بگرید تا رسد دای شفیق. یه طفل یک روزه هم میدونه که باید گریه بکنم تا مادر برام محبوب بشه. تو نمیدانی که دایه دایگان کی دهد بی گریه شیرت رایگان. گفت فلیبکو کسیرن گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. آمد نزد رسول الله شروع کرد بزد جوزاری و گریه، یا رسول الله رافع رو اجازه دادی در حالی که اگر من با او کشته بگیرم من ازش زودم، تو رو خدا منو اجازه بده
رسول خدا فرمود صفا رو بشکنه که اینها میخوان کشتی بگیرن. مراسم کشتی گیری شروع شد که ناگهان سموره برای رسیدن به خدا، برای رسیدن به جنت الفردوس، بلند کرد رافع ابن خدیجه رو دستش به محکم نقش زمین کرد و داور کیه؟ شخص محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها بودن محبوبان واقعی که مرگ برای اونها ارزشی نداشت، بلکه پولی بود برای رسیدن به خدا. دوستان، شما همه محبوبان خدا هستید انشاءالله. این عوامل رو در خود ما ایجاد بکنید، هم من گوینده و هم شما شنونده. این شبها شبهای مبارکی است و داره تمام میشه. تو مار رمضان برچیده شد، نه اینکه خدا نکرد تو مار محبت و تو مار عبادت هم برچیده بشه. پروردگارا به لطف و کرم خودت همه ما رو از محبوبان واقعی خودت بگن. محبت و دوستی بین ما و خودت را محکم و وسیع و عمیق بگرد. دست اجانب شیطانهای جنی و انسی را از سر جوانان ما دور بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. از اینکه بیش از حد مصدی اوقات شدم واقعا پولش میطلبم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.